او برای اولادهایش مادر می‌خواست و من عشق جوانیم را. نویسنده فرشته غنی. ما هم اجمل غفوری سلام های گرم و صمیمانه خود را تقدیم شما عزیزان میکنم. آرزو دارم گل لبخند بر لبانتان بشکفه و ثانیه ثانیه زندگیتان مملو از خوشی و سرور باشه. قبل از آغاز داستان لطف کنید و چینل خودتان را سابسکرایب کنید، دکمه زنگ را هم فشار بتین و اگر داستانهایی دارین و میخواین با ما شریک بسازین میتونین از طریق ایمیل آدرس afghanistanjournal@gmail.com و یا هم فیسبوک افغانستان جورنال برای ما بفرستین. ما هم به خاطر حفظ حریم شخصی شما خوبان از گرفتن نام اصلیتان خودداری میکنیم. آغاز داستان. کل عمر منتظرش بودم. هنوز 20 ساله بودم که عاشقش شدم. او هم عاشقم بود. در اصل فقط بر چند روزه که با هم بودیم عاشقم بود. وقتی یکی را بهتر از من دید از زندگیم رفت. داستانم تلخ است. قلبی که در 20 سالگیم زخمی شده بود هنوزم خوب نشده. درد میکنه. بعض زخم‌ها به اندازه عمیق هستند که تمام زندگی آدم تحت تاثیر قرار میده. از زمان جوانیم با او بودم. همیشه کنارم بود. اکرام پسر خالیم بود. هر وقت به من احساس ایره می داد که عاشقم است. کنارم می بود. وقتی در مکتبم بودم همیشه با من کمک می کرد. در خانواده ما همه خیلی دوستش داشتن. یعنی او مواظب بیشتر از اعضای خانواده ما بود. همیشه با ما در غم و خوشی همراه بود. خواهرایم به او به چشم برادر می دیدن. اونا قبل از برادرم به اکرام مشکلاتشان هم می گفتن. ما با وجود که از زمان طفولیت به او علاقمند بودم، اما برای ای که قلبم نشکنه هیچ وقت نزدیکش نمی شدم. می گفتم شاید کس دیگه را دوست داشته باشه. نمی خواهیم به حد در عشق و غرق شوم که خودم نابود بسازه. ما از امیدهای دروغین نفرت داشتم. می ترسیدم. به حد ترسو بودم که جرأت اظهار محبتم نداشتم. اما بر صورتش قلبم چشمایم پر از عشق او بود. در تمام راهای زندگیم او را کنار خودم احساس میکردم. در خواب و خیالاتم تصویر او حک شده بود. با وجود که خودم متوجه نشده بودم. اما تک تک اعضای خانوادم درک کرده بودن که چقدر قلبم بر اکرام میتپه. وقت روبروی ماز چرا نمیتونم با او چشم در چشم شوم؟ فکر میکردم که اگر با او چشم به چشم شوم شاید تپش قلبم به حد بلند شود که همه افراد چار اطرافم صدای او را بشنون. ما با وجود که نشان نمیدادم اما از دل درونم بر یک عشق نامعلوم میسوختم. وقت خالیم به خانه ما میامد او را به چشم خاله نمیدیدم. به حد قدر و عزتش میکردم که حتی در دل مادرم شک مفتاد که نکنه عقلم را از دست داده باشم. اما ای همه در دست خودم نبود. با تمام وجودم اکرام را می پرستیدم و قبول کرده بودم. آخر راه را با او میرم. هیچ مانعی هم صدرایم نیست. من دختر زیبا و جوان بودم. از نگاه قرابت فامیلی هم مشکل بری وصلت وجود نداشت. از رفتار و گفتار اکرام هم پیدا بود که مرا دوست داره. مادرش هم همواره به من احساس می داد که عروس خانوادهش خواد شدم. تایی که به خانه ما به خواستگاری آمدن. به حد خوشحال بودم که از خوشی نمیتونستم جلو لبخند زدنهای بیموقع خودم بگیرم. خالیم دوبار به خانه ما خواستگاری آمد. پدر و مادرم به این پیوند رضایت داشتن. پدرم گفته بود اگر بار سیوم آمدن حتما شیرنی دخترم میتیم. ما هم در انترنت به دنبال مدل لباسهای شیرنی خوری برای خودم بودم. حتی رنگشم انتخاب کرده بودم. من میخواستم یک لباس متفاوتر و شیکتر بپوشم. رنگ شاتوتی را زیاد دوست داشتم. در اصل این رنگ خیلی به چهره ما میخواند. دختر کلان خانواده بودم. مادر و پدرم هم بر من خواب و خیالات دیده بودن. همیشه وقت به خواسته هایم لبیک میگفتن. به حرفم گوش میدادن و در برخی مواقع بر انجام کار هم از من مشوره میگرفتن. برادرها و خواهرهایم کوچکتر از من بودن. خیلی وقتا به حرف من گوش می دادن. هیچ وقت نشده بود به من احترام نگذارن و از حرفم سرپیچی کنن.
اما غرور ما کسی که خیلی وقت با وجودی که در کنار او احساس آرامش میکدم شکستاند. هفته ها گذشت. مادرش دیگه به خانه ما نامد. من پرسیده نمیتونستیم چطور معمولا خانواده دختر در مسئله نامزدی دخترشان اقدام نمیکنند. همه چیز به خانواده پسر واگذار میکنند که اونا در موردش تصمیم میگیرند. بعد از امون روز نه اکرام به طرف خانه ما آمد و نه مادرش، اما دیر نگذشته بود که شنیدم اکرام با دختر عمه خودش که در ایران زندگی میکرد نامزد شده. وقت در محفله که به خاطر نامزدی پسر خود خالیم گرفته بود رفتیم، خالیم گفت که پسرشان با دختر عمه‌اش رابطه داشته. وقت 2 سال پیش اکرام به ایران رفته بود، رابطهشان از امو وقت آغاز شده و تا حال ادامه داشت. خالیم از ما معذرت خواهی کرد، اما در حقیقت روی زخمای من نمک می پاشید. با ی حرفایش مرا می سوختند. آتش می شدم و از وجودم دود بلند می شد. بغض گلونم فشار می داد و من مقاومت می کدم. رگهای گلونم ورم کرد. چشمایم دیگه تابی وضعیت نداشتن. اشکای او چنان جاری شد که تمام زنایی که در محفل بودن متوجه ما شدن. مادرم نتونست جلو ما را بگیره. مردم پشت سرم حرفای زشت می زدن. اونا می گفتن که گویا اکرام با من رابطه جنسی داشته و حالا ترکم کردن. شاید از همین خاطر ما قدر می گیریم. اما چی چیز بلندتر از شکستن قلب آدمی و آرزوهای برباد رفته است؟ با اکرام روبرو شدم. از چشمایم سیل اشک جاری شده بود. به طرفش دیده نتانستم. تا زمانی که محفل تمام می شد. در اتاق دختر خالیم خودم قفل کرده بودم. صدای سرود آهنگ به گوشایم وقت می رسید خودم از دست می دادم. اعصابم به هم می خورد. نفسم بند آمده بود. از گریه کردن زیاد به خواب رفتم. 1 ساعت بعد خالیم نزدم آمد و برام گفت بیا به اتاق عروس و گلا را نزن بده. تا زنایی که در محفل آمدن تو را ببینن و پشت سرت حرفای ناخوشایند نزنن. لطفا زندگی ته خراب نکو. مام دوست داشتم تو عروسم شوی، اما پسرم کس دیگه را میخواست. حرفای خالم را که شنیدم خودم جمع جور کردم. آرایشم تازه کردم. به سر صورتم رسیدم و رفتم به اتاق عروس. 4 طرف را گل زده بودن. ما به خاطری که زنهای دیگه وارد اتاق میشدن چند تا گل و چسب را گرفتم که روی دیوار نصب کنم. وقت مهمانا به اتاق داخل شدن با دیدن ما تعجب کردن. گفتن تو اینجا بودی؟ گلکاری داشتی؟ ما فکر کردیم که حسودیت آمد و حالا از گریه چشمایت سرخات بود. مگر آفرین به تو. ما با وجود که با این حرفا از درون می سختم با لب پر از خنده جواب دادم. نه خیر، اشتباه فکر کردیم. ازدواج ما و اکرام از طرف اونا نه بلکه از طرف ما رد شد. چون ما می خواهم درس بخوانم. خالمون با یک عروس ضرورت داشت. پس دختر عمه اکرام برش خوب بود. من هر قدر خواستگاری که داشتم جواب رد دادمشان. با هیچ کس رویه خوب نداشتم. به حد رسیدم که به تکلیف روانی و افسردگی مبتلا شدم. نزد دکتر رفته دوا گرفتم. خوب نشدم. بالاخره یکی از دوستایم برم آدرس یک روانشناس را داد. زن خوبه بود. با او تمام مشکلات ما در میان گذاشتم. با مشورهای او تانستم دوباره به زندگی کردن امیدوار شم. اما هیچ وقت همسر کسی شدن نمیتونستم. در حقیقت وقتی کسی از ما در مورد ازدواج میپرسید دوباره وضعیتم خراب میشد و به حالت سابقه برمیگشتم. همین قسم ماندم. بعد از خواهرایم برادرایم هم یکی پس دیگه ازدواج کردن. مادرم درگذشت. بعد از مرگ مادرم تنها ترین آدم روی زمین شدم. دیگه هیچ کسی را نداشتم که با او درد دل کنم. برادرایم جوان بودن. زنایشان هم همین قسم. خیلی جوان بودن. با درد دل و حرفای ناخوشایند ما گوش نمی دادن. وقت خیلی دل می گرفت و از همه چیز خسته می شدم، می رفتم به قبر مادرم و ساعتها بالای سرش گریه می کدم. تمام آنچه که بر من می گذشت را یک یک قصه می کدم. 1.5 سال بعد از مرگ مادرم، پدرم به بیماری قلبی روبرو شد. 1-2 بار با حمله قلبی روبرو شد. دکترها گفتند که نلکه های قلبش بند است. باید عملیات شود. برادرایم پول عملیاتش برابر کردن. پدرم عملیات شد، اما هیچ تغییر در حالتش دیده نشد. هنوز 1 سال از عملیاتش نگذشته بود که پدرم هم فوت کرد. تنهایی تنها شدم. فقط به وظیفه دولتی که داشتم می رفتم و دوباره به خانه می آمدم. با کسی کار نداشتم.
اما اگر خانمای برادرای مرا اذیت میکردن، خیلی غال مغال میکردم. روی خانه و خانواده یک کنترل خاص داشتم. اونا نمیتونستن که بدون اجازه ما کار را انجام بدن. ما با اونا کار نداشتم، اما نمیگذاشتم پیش روی ما با شوهرایشان دستاندازی و خنده کنن. اصلا نمیتونستم این وضعیت را تحمل کنم. اعصابم به هم میخورد. قلبم را آزار میداد. ما هیچ وقت دست همسر ما گرفتن نتونستم. هیچ وقت با اکرام نخندیدم. خانمای برادرایم هم به ما احترام میگذاشتن. اما دیگه از او روزها خیلی وقت گذشته. ما 25 سال در عشق اکرام سوختم. او در اصل مرا نابود ساخت. همه آرزوهایم را از پیشم گرفت. ما در زندگیم بزرگترین دشمنم او را میپنداشتم. اما یک باره بعد از این همه سالها با 4 کودکش آمد و از من خواستگاری کرد. راز گفتند که عشق هیچ وقت نمی میره. با وجود که سنم به پیری نزدیک شده بود، اما قلبم مثل 20 سالگیم می تپید. چهره زیبا و جوانیش از دست داده بود. اما چشمایش انوزم همان بودند که با او روبرو شده نمی تونستم. او هم به مثل من سختی کشید. همسرش مبتلا به سرطان شده بود. او مرد، اما اکرام با 4 اولادش تنها ماند. دختر کوچکش 9 ساله است. ما با وجود که هنوزم دوستش دارم، اما نمیتونم قبولش کنم. حالا او بر اولادایش مادر میخواه و ما بر زندگیم همسره. تفاوت ای همه زمین تا آسمان وجود داره. ما آرزوهای خفته ما میخواهم تازه کنم و او روزهای بی کسیش میخواه کنار ما سپری کنه. یک سال است انتظار میکشه که به پیشنهادش جواب مثبت بدم. اما من نمیتونم تصمیم بگیرم. نمیفهمم. با جواب رد میخواهم از او انتقام بگیرم یا از خودم. پایان داستان.